علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من هوانا و من شر شیطان لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علی و نسلم و نصلی علی العبد المؤید ابو القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین مصابیح الدجا و اعلام الهدى و العروة الوثقى و لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تقدیم به پیشگاه مطهر سید و سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلوات نورانی عنایت بفرمایید. عرض شد از ویژگی های نظام تربیت اسلامی و شاید مهمترین ویژگی آن ابتداء تربیت از خود انسان آغاز میشه. اما ویژگی دوم این بود که فقط اکتفا به تربیت خود انسان هم نمیشه. یکی از وظایف انسان در این نظام دعوت دیگران به تربیت دینی و تربیت سایرین است. چون ما در جامعه دینی با هم زندگی میکنیم و در حقیقت جامعه خودشون یک بسته واحدی هستن، اگر قرار باشه که اشخاص فقط به خودشون بپردازن و به دیگران توجه نکنن و مصالح اجتماع رو در نظر نگیرن و اصلاح اجتماعی صورت نپذیرد، اون رشد و تکاملی که حتی به لحاظ فردی هم انسان میخواد در جامعه پیدا کنه متوقف میشه. جامعه‌ای که امنیت اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی نداشته باشه جامعه‌ای نیست که حتی برای رشد فردی انسان هم مناسب باشه. فلذا فرمود و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بهترین قول، زیباترین گفتار این است که کسی دعوت بکند به سوی خدا در حالی که خودش هم اهل عمل صالح است، یعنی خودش پیشتاز بوده است در تربیت و حالا میگه من مسلمان هستم و این اسلام هست و دیگران رو دعوت میکنه. لذا قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، از آتش هم خودتون رو نجات بدین هم اهل و فرزندانتون رو نجات بدین. علمو اولادکم و اهل بیتکم الخیر و ادبوهم، اولادتون رو هدایت کنید، تربیت کنید و ادب کنید اونها رو. همسران خودتون، زندگی خودتون رو در دست تربیت قرار بدهید و با نگاه تربیتی به زندگی نگاه کنید. و خب این یک وظایفی رو برای والدین ایجاد میکنه و همچنین نسبت به جامعه، محیط کار، محیط مدرسه و سایر محیط هایی که انسان مسلمان در اون زندگی میکنه. اما ویژگی سوم این استش که نظام تربیت اسلامی جامعیت داره و شامل همه جنبه های حیات انسانی است. تک بعدی نگاه نمی کنه، به یک بخشی از زندگی انسان نگاه کنه. اولا انسان رو، حیات انسانی رو یک حیات جامع می دونه که از قبل از طفولیت آغاز میشه، حتی قبل از تولد آغاز میشه و هنگام دوران جنینی هم یه عالمی برای این انسان هست و بعد از اون، بعد از تولد، دوران طفولیت، دوران
کودکی، نوجوانی، جوانی و کهولت و پیری برای تمام این ادوار زندگی انسان برنامه داره و نه تنها فقط به حیات مادی و دنیوی، بلکه به حیات برزخی و اخروی هم توجه میکنه. لذا تمام برنامه های نظام تربیت اسلامی برای رشد و تعالی تمام جنبه های شخص و شخصیت انسان هست. دنیا و آخرت رو کنار هم میخواد، میگه هر دو رو باید داشته باشه. لذا میبینید در قرآن یکی از بهترین دعاهایی که یک دعای قنوت معروف همه هم هست، میفرماد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. یعنی همونطور که من دنبال حسنات آخرت و زندگی پاک و خوب و سعادتمند اخروی هستم، من به دنبال سعادت دنیوی هم هستم. من تو همین دنیا هم باید خوب زندگی کنم. برخلاف برخی از نظام‌های تربیتی عرفانی که دنیا رو با بدی، زشتی، کثافت، سختی زندگی می‌کنه برای اینکه بعد روحانی خودش رو تقویت کنه، که شما دیدید، شنیدید. و یا برعکسش، برای بهره‌مندی از یک زندگی خوب مادی ذره توجه به زندگی معنوی و اخروی نمی‌کنه. اصلا گویا انسان دیگه در همین دنیا به دنیا اومده و از این دنیا هم که رفت دیگه تمام میشه. برخی از نظام‌های تربیتی اینطوری هستن. همین نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان امروز، نگاه تربیتیش این است، فقط به عالم ماده نگاه میکنه. حالا عزیزانی که کمی سن و سالشون مثل من هست، البته من خیلی هم پیر نیستم، من جوان قدیمی هستم، اونا خاطرشون هست قبل از این که این نظام سرمایه‌داری حاکمیت پیدا کنه و این فرهنگ این گونه گسترش پیدا کنه، چقدر زندگی ها متفاوت بود و چقدر لذت های زندگی مادی و معنوی با هم آمیخته بود. ولی امروز تمام لذت ها داره در چارچوب فقط نظام مادی تعریف میشه. فقط در چند موضوع و خارج از اون دیگه لذتی نیست. در صورتی که ما یه بخشی از لذت های معنوی داریم که اتفاقا خیلی بیشتر ارزش داره و انسان بیشتر لذت میبره و بقای اون هم برای انسان بیشتر هستش، لذت‌های معنوی. لذا در نظام تربیت اسلامی هر دو جنبه حیات انسان رو در نظر داره و هر جنبه از حیات رو هم باز تمام مراحل و مدارج اون رو بهش نگاه میکنه. یعنی شما میبینید توصیه هایی که برای یک خانم باردار شده برای رسیدگی به شرایط و وضعیت جنینی که در رحم داره، برخی از این توصیه ها برای 40 سال، 50 سال دیگر این جنینه. از اون زمان براش برنامه ریزی میکنه، از اون زمان حتی میگه چه غذاهای خوب از تو بخوری که مثلا هوش و استعداد این جنین در حد قابل قبول قرار بگیره و چه غذاهایی و چه چیزهایی رو تو نخوری که این جنین آسیب نبینه. مثلا به مرده نگاه نکنه زن باردار، به خاطر اینکه چشم فرزند او شور میشه. اینا در روایاته. همین چشم شور چه آسیبی میتونه به آینده این انسان بزنه و چه آسیبی میتونه به جامعه این انسان بزنه. لذا میبینید برای تمام ادوار زندگی مادی یه انسان در نظام تربیت اسلامی برنامه بیان شده و همونطور برای بعد از مرگش، برای دوران برزخش، برای عاقبتش و آخرتش و برای عوالمی که بعداً خواهد دید و بعداً به اون خواهد رسید.
چنان برنامه‌های تقویت روحی رو برای یک انسان در نظر گرفته که این انسان شب اول قبر نه تنها هول و وحشتی نمی‌کنه، اگر در راستای برنامه‌های تربیتی معنوی دینی حرکت کرده بود، نه تنها اول برزخ و شب اول قبر وحشت و ترسی نداره، بلکه در هنگام جان کندن در روایت می‌فرماید به قدری بهجت و لذت بر او غالب میشه که اگر پاداش اعمال حسنه او بهشت به او ندهند، همین لذت برای اون کفایت میکنه. این به شرط این است که این انسان مؤمن به اون برنامه جامع نگاه کرده باشه. لذا میفرماید حتی روز قیامت که روز ترس بزرگ است، یوم الفزع الاکبر، همه میترسند اون زمان، میفرماید یه عده‌ای از این ترس در امان هستند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون، اون کسانی که سابقا سبقت لهم من الحسنى در عالم دنیا خوب زندگی کردند، با برنامه تربیت دینی مأنوس بودند، فهمیدن چه بخورن چه نخورن، چه بکنن چه نکنن، با چه کسی ارتباط پیدا کنن با چه کسی ارتباط پیدا نکنن، تمام حرکات و سکنات زندگیشون رو ما برنامه کرده بودیم و اونها رعایت کردن. میگه اونها در روز قیامت که یه روز ترس بزرگه، اونها از این ترس در امانن. حتی میفهمد لا یسمعون حسیسا، اصلا صدای این وحشت دیگران را هم نمیفهمند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در اون چیزی که علاقمندن، دوست دارن، اراده میکنن، در اون لذت ها زندگی میکنن، اون هم به شکل ابدی و پایدار. پس سبقت لهم من الحسنا یعنی میگه تو دنیا هم خوب زندگی کردن، آخرتشون هم چی شده؟ فی مشتهت انفسهم خالدون شده. یه همون ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه است. لذا اگر کسی تک بعدی نگاه کنه و اگر کسی دین رو طوری تفسیر کرد که فقط بعد معنوی رو از اون برداشت کرد و دنیا رو نادیده گرفت، بدانید که این آگاهی به حقیقت معارف دینی نداره، حتی اگر این لباس من به تنش باشه فرقی نمی کن. دین دنیا و آخرت رو برای ما خواسته. حالا ما یه بحثی داریم، اگر یه وقتی زنده بودیم توفیق بود، تحت عنوان رضایتمندی از زندگی. اصلاً مقصود و هدف زندگی دنیا، اگرچه کلش به عنوان مقدمه‌ای برای زندگی اخروی و ابدی است، اما خود همین دنیا هم یه مقصود و هدفی داره. یعنی انتهای این هم ما باید به یه نقطه‌ای برسیم. اون نقطه چی است؟ اون راضی بودن از این دنیا و زندگی است. و این خیلی مهمه. چند درصد مردم ما، مسلمانان، شیعیان، محبین اهل بیت الان از دنیای خودشون راضی هستن؟ تا جایی که به اون مقامی میرسه در انتهای این عالم دنیا که خطاب الهی به سوی اون میآید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چی؟ بلند بگید. این انتهای عالم دنیاست. میگه ای نفسی که دیگه به آرامش رسیدی، ای انسانی که توی دنیا به آرامش رسیدی، در حالی که هم خدا از تو راضیه و هم تو از خدا راضی هستی، بیا به سوی ما، بیا به سوی خدا. تازه اینجا سیر بعدی از اینجا آغاز میشه. و اگر انسان به این اطمینان و به این آرامش نرسه، رضایتمندی زندگی رو درک نکنه، دیگه اونجا سیرش دچار بحران و اشکال میشه.
دیگه اون مسیری که داره به سوی خدا حرکت میکنه که گفتیم در عالم برزخ هم باید این سیر تکامل رو ادامه بده، در عالم قیامت هم همینطور این سیر رو ادامه بده، این سیر دیگه بحرانی و مختل میشه. لذا کسی که تو دنیا خوب زندگی کنه، درست زندگی کنه، این انتهای امر به اون رضایت میرسه. هرچه در این دنیا بیشتر میماند بیشتر راضی میشود و بیشتر خوشنود میشود. البته برای چنین زندگی مادی دنیوی یه شاخصهایی هستش که اونها باید بحث بشه. اینطور نیست که ما فکر کنیم برای رضایتمندی از این دنیا باید همون چیزهایی که ما دلمون میخواد بهش برسیم تا راضی بشیم. گاهی اتفاقا برعکسه، اون چیزهایی که ما میخواییم نه تنها برای ما خوشنودی و آرامش نمیآورد، بلکه ما رو نگران و بدبخت میکنه. قرآن میفرماد عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا بعضی چیزا رو شما دوست دارید اما شر براتون. لذا ما یه بحثی داریم تحت عنوان رضایتمندی از دنیا که ما یه کارهایی رو باید انجام بدیم تا تو این مسیر قرار بگیریم، روز به روز تو زندگی راضی تر بشیم. متاسفانه ما الان نگاه میکنیم، ببخشید من چون مجلس دوستانه و خودمانی است، من خب خیلی از عزیزان میان صحبت میکنن، مشورت میخوان، قصه میخوریم. یک مثلا خانواده ای که وقتی نگاه میکنی به لحاظ ملاک های لازم برای یک زندگی معنوی و رضایتمندانه و شاخص های لازم در این زندگی هست اما رضایتمندی نیست، این یک جایی گیر کرده، یه مشکلات ایجاد شده. اگه رفع گیر بشه دوباره میفتن رو قلتک. شما دوتا چرخ دنده رو در نظر بگیرید، این دوتا چرخ دنده اگر این دنده هاشون اولا بر اساس یک معیار درست تعریف بشه، یعنی یه کوچک بزرگ نباشه، یه اندازه تو هم قرار بدید، یه چرخ رو که میپیچونید یه چرخ دیگه هم میپیچه، 100 سال این دوتا کنار هم میپیچن بدون که مشکلی ایجاد بشه. اما اگر یه دندونه یکم بزرگتر باشه یکی کوچکتر باشه چه اتفاقی میفته؟ نه تنها نمیچرخه بلکه اینا همدیگر رو دائما دارن فرسایش میدن، به طوری که میگه من بمیرم دیگه توی خانه نباشم. این فرسایشه تو زندگی، اون زندگی که اومده لتسکنو الیها بشه، آرامش ایجاد کنه، اطمینان ایجاد کنه، حالا میگه ای من بمیرم که دیگه نبینم تو رو، ای من بمیرم این حرفای تو رو نشنوم، من نباشم که نبینمت. از این حرفا زیاد اون کجا توی جامعه‌ای که همه ادعای تبعیت از اهل بیت و محبت اهل بیت رو دارن. لذا یک جای گیر هستش، ما این گیرها رو باید رفع کنیم. اون بحثی که عرض کردم انشاءالله اگر توفیق باشه وقتی زنده باشیم خدمتتون عرض کنم، برخی از همین گیرهای زندگی رو رفع میکنه تا اینکه افراد در کنار هم با خوشی و رضایتمندی زندگی کنن، علی رغم حتی تفاوت‌هایی که با هم دارن. بالاخره یه چرخنده بزرگه، یکی کوچکه، یکی کمتر میچرخه، یکی بیشتر میچرخه، اما دنده‌ها باید بر اساس یک ملاک باشه. اون وقت مجموع این زندگی، این خانواده یه قدرتی رو برای جامعه ایجاد میکنه، میشه مثل یه موتور، مثل یه گیربکس. ببخشید من مثال‌های مکانیکی چون رشته اصلی خود من ریاضی و مهندسی بوده بیشتر از همین مثال‌ها بلد هستم، ببخشید. اما اگر این دنده یکیش خراب بشه خب اینای دیگر هم خراب میکنه، صاف میکنه. به قول مثلا قدیمی ها میگن دندش کچل کرده، خراب شده، یک دندش میشکنه، همین باعث میشه. بعضی از این چیزا تو زندگی کوچکه، خیلی سادهه، با یک کلمه میشه یه زندگی التیام پیدا کنه، با نگفتن یک حرف. آقا ما در روایت داریم شما وقتی عصبانی میشید اگر ایستادید بنشینید،
اگر نشستید بلند شید، قدم بزنید، نفس عمیق بکشید، راه برید. با یک برنامه بسیار ساده و کوچک جلوی یه عصبانیتی که به دنبالش ناراحتی و حرف و حدیث و فحش و ناروا و بعضن توهین‌هایی که آثار اون حتی اگر بخشیده هم بشه در روح اطراف خواهد ماند. لذا ما یکم به این موضوعات باید برگردیم تا اینکه زندگیمون زندگی رضایتمند بشه. لذا در اسلام علاوه بر این که بر بعد اخروی توجه شده، بعد دنیوی هم توجه شده. صلوات ند بفرمایید. یک مثال بزنم براتون. امیر مؤمنان علی علیه السلام نماز ظهر رو خوندن یکی از دوستاشون در بصره به نام علا ابن زیاد حارسی. اینا چند تا برادر بودن، علا و ربیع و عاصم، اینا دوستان و محبین امیر المؤمنین بودن. اگر مشهد مشرف شده باشید، خواجه ربیع زیارت کرده باشید، ربیع ابن زیاد حارسی است. البته اونجا اشتباه، برخی گفتن ربیع ابن خسیم هست که اون نیست، ولی دقیقش همین است که والی امیرالمؤمنین در خراسان بود، اونجا به شهادت رسید و مدفون هستش در منطقه خواجه ربیع معروف است. خب ظهر نماز خوندن، علا اومدش پیش امیرالمؤمنین، آقا جون من منزل جدیدی ساختم، اگه اشکال نداره امروز بیان متبرک کنین منزل ما رو، نهار خدمتتون باشه. حضرت فرمودن به یه شرط، اگر چیزی نداری تهیه نکنی، اگر هم چیزی داری از من پنهان نکنی، هر چی یعنی تو خانه داری همونو بیارین. گفت قبول. بعد دست گذاشت رو جیبش، گفت اون چه که تو جیبم هست، گفتن اونم جزء منزلته، یعنی گفت پول دارم چیزی بخرم ازت، گفتن ایبی ندار. حضرت رفتن وارد خانه علا شدن، دیدن یه خونه بسیار مجلل، بزرگ، وسیع ساخته. خب چون دوست بودن بایش، معمولا دوستان باید همدیگر رو ارشاد کنن، تذکر بدن، بگن بعضی از مسائل رو که متوجه باشن. حضرت فرمودن که علا تو این دنیا به این خونه با این گستردگی و وسعت نیازی نداشتی، به قول ما 3-4 سر عائله هستی، این همه اتاق و این حال بزرگ و سالن و پذیرایی یا اینها نیاز نبود، بلکه تو آخرت به این خانه بیشتر نیاز داری. تا که این حرف زدن، علا به قول ما خورد تو زقش، ناراحت شد، گفت یعنی اشتباه کردم امیرالمؤمنین، چیکار کنم الان؟ حضرت فرمودن که نه، تو بخوای با همین خونه آخرت تم میسازی. خب خیلی خوشحال شد، عرضه داشت که چگونه یا امیرالمؤمنین؟ حضرت فرمودن توش مهمونداری کن، تقری فیه الضیف، مهمونداری کن، تصل فیه الرحم، صله ارحام به جا بیار، خواهرات، برادرات، بستگانت، عشیرت، قبیلت جاشون مناسب نیست برای اینکه دور هم جمع بشن، بگو آقا بیان خونه ما، عیبی نداره، غذات درست کن بیا خونه ما بده، اشکال نداره مجلس شما، ولی خونه من بزرگ، راحت بشینین، زن و مردم میتونن جدا از هم بشینن. تصل فیه الرحم و حقوق اون رو ادا کنی، اگر حقی از این خانه به گردنت هست حقوق رو ادا کنی، اون وقت تو با همین خانه دنیا خانه آخرت هم ساختی. خب تا اینجا دقت کنید، یعنی همین خانه دنیوی هم که میتونه برای من قابل استفاده باشه، لذت ببرم، اگر چارچوب فکری من بر اساس نظام تربیت دینی طوری شکل پیدا کرده باشه که آینده رو هم نگاه کنم، آخرت رو هم نگاه کنم، کاربرد همین خانه گسترده میشه. بعد نگفتن حضرت دیگه تو وقتی توش مهمانداری میکنی خودت برو تو کوچه بخواب، یا چادر بزن و گوشه بچین، مثلا گوشه حیاتش زندگی کن، نه، خودت هم تو همین خونه باش، لذت ببر، زندگی کن، اما مهمونم بیاد توی خونه، صله رحمم انجام بده، یعنی جامع نگاه کن، هرچی خدا به تو داده برای این نداده که تو همین دنیا بگذاری و بری، برای این داده که هم تو دنیا ازش استفاده کنی و هم آثار اون رو با خودت ببری.
نکتب ما قدمو و آثارهم. قرآن میگه ما هم او چیزایی که میفرستیم هم آثار همه چیزشونو براشون میگذاریم. بعد عرضه داشت که یا امیرالمومنینی برادر من عاصم از دنیا دوری کرده و لباس خیلی بد میپوشه و غذاهای خیلی بد میخوره و هرچی هم نصیحتش میکنیم فایده نداره. حضرت فرمودن که الیبه، برین بیارنش پیش من. رفتن عاصم آوردن، حالا یه قیافه جولیده و به هم ریخته و به قول ما کثیف و لباسای خیلی مندرس و اینها تنش کرده. حضرت فرمودن یا عدی نفسک، ای دشمن جان خودت، لقد استحام بک الخبیث، شیطان گولت زده، شیطان فریبت داده، خیلی بده. آدم یه کاری رو انجام بده به دستور شیطان، بعد فکر کنه که داره امر الهی رو اطاعت میکنه. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، قرآن میگه پیامبر بگو، میخوان بگم چه کسی از همه زیانکارتر در این دنیاست؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که عمل اشتباه دارن انجام میدن، فکر میکنن بهترین کار رو دارن انجام میدن. گاهی ما چون در جهل هستیم، معرفت کسب نمیکنیم، خیلی از کارهای اشتباه رو بهش افتخار میکنیم، فکر میکنیم کار درست انجام میدیم. حضرت فرمودن شیطان گولت زده، تو نمیبینی خدا این همه خوبیهاشو خلق کرده و پاکیها رو خلق کرده برای اینکه استفاده کنین؟ تو فکر میکنی که بر خدا سنگینی میکنی اگه بخوای استفاده کنی از طیباتی که خداوند خلق کرده؟ خیلی کوچکتر از این هستی که بر خدا سنگین باشی. برو استفاده کن، برو نعمتهای الهی رو ازش بهره ببر، زندگی دنیوی خوب داشته باش. بعد وقتی که کلمات امیرالمؤمنین رو این گونه دید، گفت یا امیرالمؤمنین من اینا رو از تو یاد گرفتم، من دیدم تو لباس خشن میپوشی، غذاهای خیلی سخت میخوری، نان جو و نمک و این چیزها، در حالی که دیگران غذاهای خوب میخورن. حاکمان قبل تو رو ما یادمون هست خیلی غذاهای نرم و خوبی میخوردن، ولی تو اینطوری غذا میخوری. حضرت فرمودن وای حک، وای بر تو، حواست باشه، من مثل تو نیستم، تو مثل من نیستی. بعد فرمودن ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، خداوند واجب کرده بر پیشوایان عدالت، بر امامان دادگر، که زندگی خودشون رو با ضعیفترین مردم تطبیق بدن که مبادا فقر بر اون مردم ضعیف سنگینی کنه. یعنی در این حالی که تلاش میکنن وضع اقتصادی جامعه رو خوب کنن، شرایط زندگی و معاش مردم رو بالا ببرند، اما به لحاظ روحی و روانی هم با مواسات با مردم برخورد میکنن. اینقدر خودشون ضعیف و فقیرانه زندگی میکنن که فقیر اگر وضع زندگیش هم خوب نشد بگه خب مولای من، آقای من، امام من، رئیس من، حاکم جامعه مثل من هستش و سخت نباشه فقر بر او. یعنی من یه وظیفه دارم، تو اون وظیفه رو نداری، تو که امام نیستی، تو که پیشوا نیستی، تو که مسئول نیستی، حکومت داری نمی کنی، تو انسان معمولی هستی، برو خوب زندگی کن، برو درست زندگی کن. و این بود که عاصم بعد از اون متحول شد و مسیرش رو عوض کرد. خب عزیزان، پس ببینید دین مبین اسلام و نظام تربیت اسلامی یکی از ویژگی ها و شاخصه های آن جامعیتش نسبت به تمام حالات زندگی انسان و ادوار زندگی انسان باید باشه. هم دنیا هم آخرت رو در کنار هم داره، اما
اینو من بگم چون وقت کم هستش. البته امشب ما یه ربع هم دیرتر شروع کردیم، اما اشاره بکنم این قسمت رو، اگر لازم شد فردا هم توضیح میدم. اما اگر دنیای ما با دین ما و آخرت ما در تعارض قرار گرفت، در نظام تربیت دینی، این به عنوان ویژگی چهارم ازش یاد کنیم، در نظام تربیت دینی اولویت و ارجحیت رو به چی میده؟ به آخرت میده. مثلا شما فرض کنید یک مالی دارید، یه وقتی این مال خب زندگی دنیای شما رو خیلی زیبا و قشنگ میکنه، یه وقت انفاق این مال، وقف کردن این مال، دنیای شما رو یکم سطحش رو میاره پایین، اما آخرت شما رو میسازه. میگه این کار رو بکن، بلکه میگه با عجله همین کار رو بکن. چرا؟ چون در نظام تربیت اسلامی بخش عمده و اصلی و حقیقی زندگی حیات اخروی است. شما میبینید در قرآن مکرر حیات دنیا رو قرآن ذکر میکنه، اما در سوره فجر میفرماید وقتی که اون انسان در عالم قیامت قرار میگیره و جیء یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا، میگه اونجا که دوزخ میاد حاضر میشه جلو، یه مرتبه انسان متذکر میشه. متذکر یعنی یادش میاد. عجب. بعد میگه و انا له الذکرا، اما چه فایده داره دیگه تذکر اونجا؟ حالا اون انسان چی میگه؟ میگه یقول یا لیتنی قدمت، شما بگین لحیاتی. اونجا تازه میگه حیاتی، میگه زندگی من اینه، کاش من برای زندگیم چیزی فرستاده بودم. تو دنیا میگفت اینجا زندگیمه، اما وقتی رفت اونجا چشمش باز شد و ابدیت و اهمیت اون دنیا و اون حیات اخروی رو دید، اونجا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش من برای زندگیم هم یه چیزی فرستاده بودم، همه چیزی که گذاشتم با خودم. لذا از نگاه تربیت دینی، حیات واقعی، حیات ابدی، حیات مهم و ارزشمند، حیات اخروی هست. میگه اگر شما تونستی زندگی دنیا تو خوب و زندگی آخرت تو هم خوب داشته باشی، داشته باش، نوش جانت. اما اگر شرایط ده طوری بود که گاهی در تعارض قرار گرفتی بین حیات مادی و حیات اخروی، مثل جهاد، مثل انفاق، اینها دیگه نوع تعارضه، یا باید اینو داشته باشی یا اونو داشته باشی، میگه اونجا حیات اخروی رو انتخاب کن، که حیات اخروی خیلی تفاوت داره. این مقدمه این قسمت بود. یه بحثی دارم در رابطه با دنیا، به نظرم بحث لازم هست که در همین بخش قرار میگیره. انشالله فردا شب به اون اشاره میکنم که حضرت امیر سلام الله علیه حیات و زندگی متقین رو توصیف میکنن که اینها چگونه زندگی میکنن، که هم دنیا دارن و هم آخرت دارن. اینو ما انشالله فردا شب بهش اشاره خواهیم کرد. اما ایام ایام سوگواری و شهادت هست، هرچند این مباحث و معارف هم بیانش، شنیدنش و انشاءالله فهم و عمل به اون بسیار مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام و صاحبان عزا هست، اما به هر صورت ما وظیفه داریم که بخش سوگواری و شور و عواطف این مجالس رو هم بهش توجه داشته باشیم. عزیزان، امشب معمولاً روز پنجم مرسوم هستش، حالا حداقل در ایران من تو ذهنم هست، که اشاره میکنن به فرزند یتیم حضرت امام حسن مجتبی، عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن یکی از چند بچه‌ای هستش که در کربلا به شهادت میرسه، اما هنوز تکلیف نشده بوده. به تعبیر مقاتل و روایات، لم یبلغ الحلم، یعنی هنوز به حد بلوغ نرسیده بوده، حدود 11 سال یا کمی بیشتر کمتر سنش بوده. خب پدر بزرگوارش 10 سال قبل
به شهادت رسیده بوده. برخی گفتن این فرزند سلیل ابن عبدالله بجلی، برادر عبدالله جریر ابن عبدالله بجلی که از یاران امیرالمؤمنین بود، حضرت برای مذاکره جنگ صفین اون رو فرستادن پیش معاویه، قصه مفصلی داره. برخی گفتن این مادرش دختر سلیل ابن عبدالله بوده، برخی از مورخین هم گفتن ام ولد یعنی کنیز بوده مادرش. اما هرچه بود این همراه با مادرش در کربلا همراه با ابی عبدالله الحسین بود. یه چند تا از این بچه پسرها همراه با خانمها بودن در کربلا. اون آخرین باری که حضرت اومدن، طوری که مقتل روایت کرده و به ویژه مرحوم مفید در کتاب ارشاد بیان کرده، من سعی میکنم اون مطالبی که گفته میشه در مصیبت خیلی دقیق و درست و مستند بیان کنم، حتی مطالب عربیش هم میتونم بیان کنم، منتها چون وقت کم هستش من مختصر میگم. آخرین باری که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در هنگامی که جنگ میکنن چندین بار میان به خیمگاه و با زن و بچه وداع میکنن، آخرین باری که میان برای وداع یک ضربه شمشیر به فرق مبارکشون اصابت میکنه که کلاه و عرقچین رو میشکافه و فرق مبارکشون خونی میشه. حضرت میان کنار خیام و از خواهرشون زینب یه تکه پارچه میخوان، کلاه رو از سر بر میدارن چون شکافته شده بوده میندازن و اون پارچه رو به سرشون میبندن در حالی که خون از سرشون میومد و مجدد یه کلاه دیگه ای رو درخواست میکنن میگذارن و بر روی اون کلاه عمامه‌شون رو میپیچن و بعد دوباره راهی میدان میشن. اینجا که حضرت به طرف میدان میرن، این عبدالله ابن حسن دنبال حضرت میدوه. حضرت فریاد میزنن که خواهرم زینب بچه رو نگه دار، یادگار برادر رو نگه دار. خب میدونین رابطه امام حسن و امام حسین خیلی با هم عاطفی بوده، فاصله سنی خیلی کوتاهی داشتن، اما امام حسین خیلی نسبت به امام حسن احترام میگذاشتن، خیلی. البته امام حسن هم خیلی مظلوم، وقتی که حضرت تو بستر بودن بدن مسموم، لخته های خون از بدن امام حسن خارج شده بود، در میان تشت بدن زرد و زار شده بود دیگه، این لبها قدرت تکلم نداشت. امام حسین کنار برادر گریه میکرد. امام حسن فرمودن حسین جان با گریت داری قلب من آتش میزنی، چرا تو گریه میکنی؟ حضرت فرمودن برادرم، او کسی که مال و اموالشو بردن غارت زده نیست، غارت زده مثل من نیست که داره برادر از دست میده. اونجا اولین روزه رو امام حسن برای امام حسین خوند، روزه‌ای که 1400 سال است بر منابر خوانده میشه، در حالی که اشک از چشمان امام حسن مجتبی جاری بود، فرمودن لا یوم که یوم که یوم. حالا این برادر تو تا یادگار داره به برادرش حسین، میگه عزیزم حسین جان، جان من و جان فرزندان. حالا اون روز عاشورای بچه میخواد بیاد به طرف امام حسین، امام حسین به خواهرشون زینب میگن این بچه رو نگه دار. اما دقایقی نگذشت که در اون ضربات آخر وقتی حضرت روی زمین افتادن، این عبدالله از دور منظره رو نگاه میکرد دیگه طاقت نیاورد، دوید خودشو از دست حضرت زینب رها کرد، دوید به طرف بدن برادر، بدن عمو که بر روی زمین افتاده، در حالی که یکی از اون دشمنان شمشیر رو بلند کرده بود بر بدن امام حسین بزنه، دستاشو دراز کرد در مقابلش. یبن الخبیث اتقتل امی، ای خبیث زاده میخوای عموی منو، میخوای عموی منو بکشی؟ اینجا بود که با ضربه شمشیر دست عبدالله
قطعه قطعه شد، قطعه شد و به پوست آویزان شد، روی بدن امام حسین افتاد. امام حسین فرزند برادر رو در آغوش گرفتن، یبن اخی اسبر علی ما نزل بک من البلا، بر این سختی و بلا صبر کن، ان الله یلحقک بآبائک الصالحین. اینجا بود که مقتل میگه با تیری که هرمله رها کرد حنجره عبدالله رو در روی سینه ابی عبدالله الحسین شکاف. صلی الله علیک یا ذبیح العطشان، یا قتیل الابرات، یا حسین.